It is not your destiny to be Khan. Blame Kronika. She broke time. Round one. Fight. از یه شاهزاده جوون ادنیای باد بزن به دست که بیش از 10,000 سال سنشه تا بوسه های مرگبارش که میتونه کار هر حریفی رو یه سره کنه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما ایم با 15 فکت جالب درباره کاراکتر کیتانا از سری بازی های مورتال کامبت. کیتانا اولین بار تو بازی مورتال کامبت 2 در کنار ملینا و جید معرفی شد. با این حال برخلاف اون دوتا، ایده اولیه کیتانا به مراحل اولیه ساخت اولین بازی مورتال کامبت برمیگرده که توسط جان تبایاس طراحی شده بود. در ابتدا قرار بود کیتانا یه شخصیت غیر قابل بازی به اسم کیتسونه باشه و همچنین قرار بود کیتسونه دختر شنگسونگ باشه. اسم شنگسونگ هم قرار بود شنگلاو مثل کونگلاو باشه که ظاهرا یه شخصیت سلطنتی بوده و در نتیجه کیتسونه هم یه شاهزاده باید بوده. طراحی اولیه کیتسونه اون رو با یه بادبزن بزرگ و لباس‌های سنتی چینی نشون میداد. شخصیت کلی اون بر اساس شخصیت پرنسس ماداکو از بازی مبارزه‌ای کاراتکا که در سال 1984 ساخته شده بود طراحی شده بود. کیتسونه اساساً قرار بود جایزه برنده تورنمنت باشه که خب خوشبختانه این ایده رو رد کردن، چون این ایده که زن رو به عنوان یک شی در نظر بگیرید که میشه بردش و مالکش شد خیلی زننده و توهین‌آمیزه. اما از دید داستانی قرار بود کیتسونه تو جریان بازی عاشق لوکنگ بشه، اما وقتی پروسه ساخت مورتال کامبت 2 شروع شد، جان تبایاس تصمیم گرفت شخصیت کیتسونه رو به یک کاراکتر یه مقدار متفاوت تبدیل کنه. وقتی قرار شد شنگسونگ یه نوچه و زیردست برای شاوکان باشه، کیتسونه به دختر خونده شاوکان تبدیل شد تا همچنان یه شاهزاده باقی بمونه. در نهایت اسم کیتسونه به کیتانا تغییر پیدا کرد و اینطور بود که کاراکتر کیتانا رسما به وجود اومد. وزن کیتانا 58 کیلوگرم و قدش 175 سانتیمتره. اما نکته جالب اینه که با اینکه سنش بالای 10,000 ساله، ظاهرش به اوایل 20 سالگی میخوره. از بین همه ادنیایی ها فقط سن کیتانا مشخصه. تو بازی اولتیمت مورتال کامبت 3 فینیشر انیمالیتی یا حیوانی کیتانا اون رو به یه خرگوش قاتل کوچولو تبدیل میکنه. این حرکت ظاهرا یه اشاره‌ای به خرگوش های فیلم مونتی پایتون اند هولی گریل داره. تو فیلم مورتال کامبت 1995 قرار بود لوکنگ و کیتانا رابطه عاشقانه داشته باشن و فیلم با رسیدن این دو به هم تموم بشه، اما بعد از شروع فیلم برداری سازنده ها خیلی زود متوجه شدن که با وجود اون همه صحنه های پر از خشونت تو کل فیلم، عملا جا و زمانی برای پیش بردن یه داستان عاشقانه وجود نداره. بنابراین مجبور شدن کل این زیرمجموعه عاشقانه رو حذف کنن. نکته جالب اینه که این زیرمجموعه عاشقانه دوباره تو فیلم بعدی، یعنی انهیلیشن یا نابودی به داستان برمیگرده. کاراکترهای کیتانا، میلینا و جی تو بازی مورتال کامبت 2 همگی توسط کدلین زمیار شبیه سازی شدند. کدلین زمیار برای اولین بار توسط دنیل پسینا که نقش جانی کیج رو بازی می‌کرد به ادبون و جان تبایاس، یعنی سازندگان بازی، معرفی شد. جالب اینه که ادبون و جان تبایاس هم تو همون باشگاه ورزشی کدلین عضو بودند و وقتی تمرین کردنشو دیدن تصمیم گرفتن به کار بگیرنش. تو بازی اولتیمت مورتال کامبت 3 کدلین دیگه حضور نداشت و بکی گیبل جایگزینش شد. دلیلش این بود که کدلین و بقیه بازیگرایی که نقش شخصیت‌های مورتال کامبت 2 رو انجام داده بودن از میدوی گیمز شکایت کردند، چون ظاهراً بهشون برای حضور تو مورتال کامبت 2 هیچ پولی پرداخت نشده بود. اما اونا این دعوای حقوقی رو باختن که باعث تیره شدن رابطه‌شون با توسعه دهنده‌ها و میدوی شد و دیگه هیچ شانسی برای برگشتن اکثر اون بازیگرا تو بازی بعدی وجود نداشت. فینیشر معروف بوسه مرگ کیتانا از مرگ کاراکتر آقای بزرگ یا مستر بیک در یکی از سری فیلم های جیمز باند به اسم لیو اند لت دای الهام گرفته شده. این فینیشر همچنین مورد علاقه ادبون، یکی از سازنده های بازی هم هست. از اون موقع به بعد فینیشر بوسه مرگ به جز چند مورد استثناء در تمام نسخه های بعدی بازی حضور داشته. تو خط زمانی اصلی داستان کیتانا اینطور تعریف میشه. شاوکان بعد از تاخت و تاز به قلمروی ادنیا، وقتی کیتانا بچه بوده، پدر واقعیش دراد رو میکشه و مادرش سیندل رو به زور همسر خودش میکنه. البته سیندل بعد از یه مدت هاراکیری یا خودکشی میکنه. شاوکان به کمک شنگسونگ یه موجود دورگه نیمه انسان به اسم ملینا رو به عنوان خواهر دوقلوی کیتانا ایجاد میکنه تا همبازی و نگهبان کیتانا باشه، چون میترسه که کیتانا بهش خیانت کنه. کیتانا تو مدت زیادی فکر میکرد دختر
واقعی شاوکانه و در ادامه در کنار دوستای نزدیکش جید و میلینا به یکی از قاتلای شخصی شاوکان تبدیل میشه. کیتانا میفهمه شاوکان پدر واقعیش نیست. واسه همین در جریان اتفاقات بازی مورتال کامبت 2 با مبارزای قلمروی زمین علیه شاوکان متحد میشه. اما میلینا که مخفیانه کیتانا رو زیر نظر داشته متوجه این اتحاد میشه و سعی میکنه کیتانا رو بکشه، ولی کیتانا میلینا رو شکست میده و اونو از بین میبره. از این به بعد داستان کیتانا تو مورتال کامبت پر از فراز و نشیب و سفر به خطوط زمانی مختلفه. طبق داستان مورتال کامبت 4 شیناک و کوانچی به ایدنیا حمله میکنن و سیندل و کیتانا رو زندانی میکنن. کیتانا فرار میکنه ولی با میلینا که دوباره زنده شده بوده روبرو میشه. کیتانا دو بار پشت سر هم شکستش میده ولی این دفعه به جای کشتن زندانیش میکنه. بعد از اینکه نیروهای قلمروی زمین شیناک رو شکست میدن، کیتانا به لوکنگ پیشنهاد ازدواج میده تا با هم به عنوان شاه و ملکه قلمروی ایدنیا رو اداره کنن. اما لوکنگ علارغم علاقش به کیتانا قبول نمیکنه، چون حس میکنه وظیفش حفاظت از قلمروی زمین. تو بازی مورتال کامبت 1 محصول سال 2023 کیتانا از یه خط زمانی دیگه به لوکنگ میپیونده تا علارغم شرایط خط زمانی فعلی عاشقانه خودشونو ادامه بدن. جالبه که بدونین لباس همه شخصیت‌های زن نینجا تو بازی مورتال کامبت 2 آبی رنگ بوده، یعنی همون لباسی که برای کیتانا استفاده می‌شده، ولی لباس‌های سبز و بنفش جید و میلینا به صورت دیجیتالی تغییر رنگ داده شدن. بازیگر کیتانا در فیلم سینمایی مورتال کامبت که در سال 1995 منتشر شد تالیا سوتو بود. این فیلم دنباله نچندان جالبی به نام نابودی مورتال کامبت هم داشت و تالیا سوتو یکی از معدود بازیگرانی بود که نقش خودش رو دوباره تو اون فیلم بازی کرد. کیتانا تو فیلم مورتال کامبتی که سال 2021 منتشر شد حضور نداشت. هرچند تو فیلم اول کیتانا حضور نداشت، اما اگه دقت کنین یه صحنه وجود داره که میتونین باد بزن تیغه دار کیتانا رو تو پس زمینه ببینین. خبر ساخت دنباله برای اون فیلم تایید شده. کیتانا با بازی ادلین رودال قراره تو این دنباله حضور داشته باشه. کیتانا همچنین یکی از شخصیت‌های اصلی مجموعه انیمیشن دیفندرز آف دی ریلم یا مدافعان قلمروه. این شخصیت با اینکه بر اساس کیتانا در مورتال کامبت 3 ساخته شده، اما شباهت زیادی به کیتانای بازی نداره. تو این مجموعه انیمیشن کیتانا چند تا داستان فرعی اختصاصی داره. یکی از این داستان‌ها در مورد دوستش روبیه که ظاهراً یه شخصیت ابداعی بر اساس کاراکتر جیده. یه داستان فرعی دیگه هم حول محور معشوق سابقش رین میچرخه که یکم عجیبه، چون رین و کیتانا هیچ وقت تو هیچ کدوم از خطوط زمانی سری اصلی بازی با هم ارتباط نداشتن، به جز این شباهت جزئی که هر دوشون ایدنیایی هستن. کیتانا تو بازی اینجاستیس 2 شخصیت قابل بازی کردن نیست، ولی تو یکی از دیالوگای ریدن تو مبارزه مقابل خودش اون میگه تو خط زمانی من کیتانا و لوکنگ با هم ایدنیا رو فرمان روایی میکنن. In my realm, Lukang and Katana rule Edenia. این شاید یه جور اشاره به این باشه که تو اون خط زمانی خاص که ریدن بهش اشاره میکنه، لوکنگ پیشنهاد کیتانا رو تو پایان بازی مورتال کامبت 4 قبول کرده. بر اساس بخش اکسترای بازی مورتال کامبت ددلی الاینس، یه فکت جالب ولی کمتر دیده شده وجود داره و اونم اینه که بعد از اینکه ایدنیا از چنگ شاوکان آزاد میشه، ایدنیایی ها گولف رو به عنوان یه ورزش تو فرهنگشون پذیرفتن. یه شرکت گولف موفق به اسم ملزومات گولف ایدنیا بازار رو تسخیر کرده و کیتانا و گورو هم به عنوان سخنگوی رسمی این برند انتخاب شدن. جالب تر اینکه کیتانا لباس گولف چوب گولف مخصوص به خودش رو داره که اسمشون رو لیدی کیتانا گذاشتن. این اسنیک یا این اسنیک یا حتی این یکی اسنیک، ولی ظاهرا یکیشون یه جورایی پدر همشونه و اسمش هم بیگ باسه، یه سرباز افسانه‌ای که به درجات بالای نظامی رسید و داستانش فراز و فرودهای خاص خودشو داشت. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما این با 30 فکت جالب درباره کاراکتر بیگ باس از فرانچایز متال گیر سالید. Commencing virtuous mission.